تیم پیپلو یک سیاح آلمانی که طول 10 روز در تاجیکستان مهمان است، شام 18 مرد که از صدها بازدید کننده آثارخانه ملی دوشنبه بود. او و چندین ساکن و مهمان پایتخت را اقدام شب در آثارخانه به اینجا آورد. Yes, we definitely do. We also have an international night of the museum. ما هم شب بین المللی آثارخانه را داریم. من دقیقا نمیدانم آن امروز است، ولی میدانم که در ماه می برگزار می شود. اگر در آلمان هم امروز باشد، من باوری دارم که دوستان من هم از آثارخانه های شهر ما بازدید می کنند. In the bigger cities exploring our museums. این سیاح از شهر هیدلبرگ آلمان تأثیرات خود را از آثارخانه ملی تاجیکستان چنین بیان داشت. Well, I was inspired most by the modern arts up on the top floor. به من بیشتر هنرهای نوین واقع در آشیانه بالا پسند آمد. آنجا یک اتاق کاملا به هنر سال 2017 بخشیده شده است. من آن را خیلی عجیب دریافتم که در آثارخانه ملی و هنرمندان جوان جایگاه قابل ملاحظه جدا شده است. من فکر میکنم که هنر برای انعکاس میراث و فرهنگ هر ملت خیلی مهم است. از این رو خیلی خوب شده است که تاریخ و زمان معاصر کنار هم گذاشته شده اند. Both history, currencies, heritage. آثارخانه ملی تاجیکستان سال 2013 بار اول به این اقدام بین المللی شب در آثارخانه بپیوست. مسئولان آثارخانه میگویند این عنانه همچون یک اقدام فراغتی و فرهنگی در آثارخانه های مرکزی دنیا و پیشرفته عالم تجلیل میگردد. اقدامات بین المللی شب در آثارخانه یک اقدامات خشک و خالی و فرمایشی نیست، و این اقدامات پیش از همه اقدامات کسبی آثارخانوی است که اشراک کنندگان آنها و تماشابینان آنها محض با خواهش دل خود با تماشای این چهارابینی میان و این خیلی مهم است. با این حال جهانگیر نظرالله یکی دیگر از بازدید کنندگان آثارخانه ملی میگوید او نه تنها در دایره اقدام شب در آثارخانه، بلکه در روزهای دیگر نیز به آثارخانه دوشنبه سر میزند. حاضر در شرایط امروز با فکرم که جوانان کمتر توجهشون کم شده به همین آثارخانه، ممکن کمتر. سبب چی باشد به نگاهشون؟ سبب ممکن پیشرفتی تکنیک خیلی ممکن باشد، اما شرایط ها خوب. جهانگیر میگوید توجه او را بیشتر طرز زندگی مردم در دوران گذشته جلب میکند و زندگی امروز را با زمان باستان قیاس میکند